تاکسی کرو چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. یادتونه چند وقت پیش یه ویدیو گذاشتم از عجیب ترین چیزایی که توی اینستاگرام مثل پست و پروفایل عجیب غریبی که تا حالا ندیده بودید. توی این ویدیو حالا قرار بریم سراغ عجیب ترین ویدیوهایی که توی یوتیوب هست. البته همشون صرفا عجیب غریب نیستن، بعضیشون فانن، بعضیشون کریپیو عجیب غریبن و خلاصه یه سری ویدیوهای نمیدونم داستاندار هستش که ممکنه خیلی از شما ندیده باشید و توی این ویدیو قرار بهم بریم سراغشون رو ببینیم. اولین ویدیو ویدیوی شخص به اسم اماستال میوزیک، نمیدونم حالا درست گفتم اسمش یا نه، ولی داستان این ویدیو چیه؟ این شخص اومده تمام نوتای پیانو رو گذاشته روی این عددا و حروف کیبورد. خب یعنی مثلا شما یکو بزنی انگار این نوت رو زدی، چهار رو بزنی میدی روی نوت، شیش رو بزنی میبینی، یعنی کافیه که عددای روی کیبورد تو بزنی. خود این شخص همه این نوتا رو روی این عددا تنگ کرده. خلاصش چی میشه جونم براتون بگه که خلاصش این میشه، حالا من بلد نیستم و همیشه گفتم واقعا به همه اونایی که یه سازی بلدن بزنن و بیشتر همه اونایی که بلدن برای دل خودشون هم که شده آهنگ بخونن، آواز بخونن، واقعا حسودیم میشه و همیشه حسرت اینو میخوام که چرا من هیچ سازی هیچی بلد نیستم. اگه یکم بلد باشید یعنی به راحتی میتونید با عددهای کیبوردتون با این ویدیو پیانو بزنید. خلاصش میشه این. چجوری؟ اینجوری. معلوم مثلا دارم نه اومدم آهنگت فکرم نوب ترین آدم کره زمینم بلده تولد مبارک رو بزنه. تولد چجوری بود؟ ولی خب مثلا کمینام بلد نبارم بزنم، ولی میتونید برید تو این ویدیو و با کیبوردتون پیانو بزنید. میریم سراغ یه ویدیوی دیگه از این ویدیوهای عجیب غریب ولی معروف تو یوتیوب که ممکنه شما ندیده باشید. این ویدیو مال سال 2006، 28 ثانیه است و کل ویدیو این چیزه که الان قرار با هم ببینیم. لباس کوسته است نهنگه، نمیدونم چیه، پوشیده داره برای خودش میرقصه. عشق و حال. خیلی دوستم بنم چی زده بود. آخه تنها حتی با دوستاشم نیست دیوونه بازی در بیاره. خودش کاملا تنهایی داشتیم دیوونه بازی رو در میاره. به هر حال دمش گرم. این یکی از ویدیوهای خیلی خیلی وایرال یوتیوب بود از سال 2006 که ممکنه ندیده باشی. حالا بحث ویدیوهای وایرال یوتیوب شد. آیا تا حالا رفتید ببینید که اولین ویدیویی که توی یوتیوب آپلود شده چی بوده؟ ممکنه خب خیلی سرچ کرده باشن، اینا واسه خودشون کنجکاوی به وجود اومده باشه، دیده باشن. ولی اگه شما هم تا حالا دیدید بفرمایید. این اولین ویدیوی یوتیوبه مال سال 24 توی 24 اپریل 2005 میاد زوی آقای توی باغ وحش. 18 ثانیه هم هست. 165 میلیون ویو خورده. اگه شما تا حالا اولین ویدیو یوتیوب رو ندیده بودید بفرما دیدید، چیزی هم از دست ندادید. خب بریم سراغ ویدیوی بعدی. ویدیوی بعدی جزء عجیب ترین ویدیویی که دیدم، نمیدونم باید ببینید که بفهمید چرا به نظر من عجیبه. الان بهتون نشون بدم. این ویدیو یک ویدیو ورزشیه. قرار به هم دیگه یک ویدیو ورزشی ببینیم، با این تفاوت که کسایی که تو این ویدیو ورزش میکنن یه لباسی تنشون شبیه لباس سگ و خود اون خانمی که ورزش میده یه لباس عجیبی تنشه و خیلی عادی ورزش دارن میکنن. Hi, I'm Mariko Takahashi. Can you guess who this is? فکرم ژاپنی. Yes, Takahashi. You can't يعني... believe it, huh? Thanks. میبینید؟ آیا میبینید؟ چیزی که راجعش صحبت کردم، حالا وایسید. ادامه‌ش هم ببینید. But the point is not only to lose weight. That's likely to fail. Important thing is for you to become strong. داره میگه که ورزش هم فقط این نیستش که فیت باشی، کارت خوب باشه. قدرت بدنت هم زیاد میشه. You can lift things much easier. Beautiful arm showing from your summer dress is not a dream. دستای قشنگ توی لباسای تابستونی یک رویا نیست. Or every other day we'll be building muscular strength. That's what this video is about. Beauty and strength. This is connected to everything in life. اینجا همون جاییه که همه چیز عجیب میشه. Happiness is the most important thing for everyone.
عجیب ترین بخشی که دارم میبینم اینه که چرا اینا پلک میذارن. خب من گفتم اوکی اینا خواستن فان باشن، اومدن لباس سنشون کردن، حالا شبیه سگ دارن ورزش میکنن، ولی چرا مثل سگ پلک میزنن؟ Most important thing for everyone. Okay, let's go. اکتاشون واقعا شبیه سگه، واسه من یکم عجیب بود. تو ذهن کسی که این ایده رو داده چی بوده؟ بچه ها خیلی برام عجیبه 10 نفر با این لباس ها خیلی عادی ورزش کنن. فهم که این چقدر طبیعیه از اینجا، جز از عجیب ترین صحنه هایی که دارم میبینم توی زندگیم. نگاه میبینی پلک میزنه اینجوری میشه این چشم سگ، چجوری چشاشون رو ببینی؟ چه به نظرتون چرا این کانسپت رو انتخاب کردم برای این برای خیلی واسم عجیبه، یعنی میتونم تا صبح هی نگاه کنم هی برای خودم فکر کنم که چرا این مدلی چرا، ولی به هیچ نتیجه ای نمیرسم. ولی خب اگه شما مثل من این ویدیو رو ندیده بودید الان دیدید و احتمالا شما مثل من به این فکر میکنید که چرا؟ تا حالا پیش خودتون به این فکر کردید که آیا طولانی ترین ویدیو یوتیوب چقدره؟ نه؟ الان بهش میرسیم. این ویدیو طولانی ترین ویدیو آپلود شده توی یوتیوبه که 596 ساعته. چجوری؟ که میشه 24 ساعت و 20 نو اشتباه کردم، 24 روز و 20 ساعت و 31 دقیقه و 20 ثانیه. چجوری اینو آپلود کردن؟ یعنی چقدر اون کامپیوتر روشن بوده که این آپلود شده؟ قاعدتا از یه روش عادی آپلود نشده، یه مدل خاصی آپلود کردن که 24 روز. الان ما تا اینجا اگه پلی کرده باشیم رفتیم تو روز 14 باورتون میشه؟ و کل ویدیو همینه. بکن این ویدیو رو پلی کنی بری مسافرت، دوباره مثلا بعد یه هفته میای هنوز داره پلی میشه. خیلی عجیبه و به نظرم چیز باحالی. اگه شما هم نمیدونستید تا حالا ندیده بودید یه آشناییتی پیدا کردید. اصلاً ویدیو من میریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی چیزی نیست جز یکی از کریپی ترین و کرینج ترین و عجیب ترین ویدیویی که توی زندگیم دیدم، بی معنا. ولی بیایید با هم ببینیم. 2 دقیقه و 30 دقیقه است، ما بخشش رو میبینیم. کل ویدیو همینه، یه مانکن که مثل رباته با یه موزیک بسیار بدل نشین توی خونه دلگیر. این آباژور چقدر بلنده اندازه سقفه، نمیدونم کل ویدیوش عجیب غریبه. ولی دقت کردید موزیک این ویدیو شبیه چه موزیکه؟ دقیقا شبیه موزیکایی که راس با اون کیبوردش پلی میکرد، دقیقا این همونه توی فرندز. قرار تا آخر ویدیو همین باشه یعنی واقعا. هی او تغییر پوزیشن، از اینجا تموم میشه. اسم 26 میلیون هم ویو خورده بچه. واقعا تنها چیزی که الان میتونم بگم اینه که چرا؟ جزء کریپی ترین چیزایی بود که تا حالا دیدم و بی معنی ترین و پر ویو ترین. 26 میلیون. خب منم برم خب همینجور که میدونید کیفیت اکثر ویدیو یوتیوب مثلا بیشترین حالتش فول اچ دیه. خب بیشتر از اون میشه 4K که اصولا کسی زیاد 4K آپلود نمیکنه توی یوتیوب، یعنی فکر نمیکنم اونقدر. بیشتر از اون میشه 8K که تقریبا خیلی ویدیوهای 8K ریرن توی یوتیوب دیگه، واقعا کوالیتی و کیفیتش بسیار بالاست. این جزء معدود ویدیوهای 8K یوتیوب. البته فکر باید مانیتور و LCD که باش میبینی خودش 8K رو ساپورت کنه که اون کوالیتی رو ببینی، ولی خب این جزء معدود ویدیوهای 8K یوتیوبه و کوالیتی بی نظیر. دارم تبلیغ تلویزیون میکنم. کوالیتی بی نظیر. چه طبیعتی، خیلی خیلی دلم مسافرت میخواد. انشالله کرونا تمام شه تمام بریم یه مسافرت خوب با حال یکم مودمون عوض شه این روزای تکراری. بسیار زیبا. اگه دوست دارید این تایتلش میتونید به یوتیوب کامل ببینید و لذت ببرید. دوباره شبیه تبلیغ شد.
حالا که بلندترین یعنی بلند مدت ترین ویدیو یوتیوب رو دیدیم، به نظرتون کوتاه ترین ویدیو یوتیوب چی میتونه باشه؟ الان بهتون نشون میدم. اصلا این ویدیو رو نمیتونید ببینید چون یک ثانیه است. یعنی هی اینجوری که میکنم این کوتاه ترین ویدیو یوتیوبه. خب چیزی که تایمی که اینجا نوشته یک ثانیه است، ولی چیزی که توی تایتل نوشته یعنی در اصل این فکر میکنم 1,000,000 ثانیه باشه در اصل. یعنی یک ثانیه هم نیست، 1,000,000 ثانیه است. و این است کوتاه ترین ویدیوی یوتیوب. آخرین ویدیویی که قرار بودم دیگه از یوتیوب ببینیم یه ویدیوی عجیب غریبه. چرا؟ چون توی این ویدیو یه آقایی روی عروسک یا همون تدی از این عروسک‌های خرس جراحی انجام میده و با دیتیل این داستان رو توصیف و تعریف میکنه. همونجوری که میبینید لوازم مورد نیاز تدی و آقای دکتر. نمیدونم، اولش فکر کردم کیوته ولی وقتی که دیدم چی بودم که دوست نداشتم. دکتر کاتس آقای همی حالی حرف میزنه، یه جور عجب قریبیه. بون بون نو سیچ نو بون بون و خیلی عجیبه واسم. البته doctor looks deeper than that. Oh, that is a good sign. Teddy's crotch unicorn is no. اصلا احساس راحتی ندارم. Let's look at his kidney now. نسبت به دیدنش. خب اون آب نباته چیه؟ مداد شمی توی اون. You won't sack. What has happened? What has the doctor discovered? Oh, look. نه خوشم نمیاد. یعنی خوشم نمیاد که خب 40 میلیون ویو خورده و واقعا چیز عجیب غریبیه، ولی کلا دیدنش حس جالبی بهم نمیده. اصلا میدونم اون مرغ اون جیگره، ولی توی دل تدی بعد با آب نبات و مداد چمی نه، آدم یه حالی میشه. خب بچه ها این بود از یه سری از فان عجیب و ویدیوهای جالبی که از یوتیوب ممکن بود تا حالا ندیده باشید. اگه دوست دارید از این سبک ویدیو بیشتر براتون رکورد کنم، همین الان ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت برام بنویسید. اگه شما هم چیز جالبی دیدید که فکر میکنید واسه بقیه هم ممکنه جالب بوده باشه توی کامنت واسم بنویسید تا توی ویدیوهای بعدی ازشون استفاده کنم. و یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید. مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید. خیلی هیجان داشتم، خیلی جیغ زدم موقع مرسی گفتم بکنم. مرسی که وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.